بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم بيننداء وشنونده برنامه آيات عشق در صبح خورشید السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در پناه حضرت حق باشید صبح همه شما بخير وامیدوار هستم صبح باقی آغاز کرده باشین تا پایان روز و بالاخره تا پایان عمر با یک عمر طولانی خوشیها از آن همه ما و شما باشه و خداوند غمها را از چهره ها بدور داشته باشه و خوشحالی نصیب بگردانه. خب باز هم برنامه آیت عشق ما عبدالبشیر سیرت تا ساعت 9 در خدمت شما هستم. با معذرت شب روز بسیار پرکاری هست، نتونستم که موضوع امروز در صفحه فیسبوک به اشتراک بگذارم بنابر مصروفیت هایی که نزدیک رمضان هست و ماشاءالله تعداد برنامه های مختلف بسیار زیاد و مصروف تهیه برنامه ها قسما ما را مصروف ساخته و نشد که ما از موضوع را در صفحه منداختیم تا نظریات شما دوستان هم بگرفتیم. جناب استاد مولوی صاحب عبدالعظیم جهیر آمر دیپارتمنت حقوق اسلامی زنان در وزارت ارشاد حج و اوقاف مهمان ما هستند و با ما در استودیو. خیلی ها خوش آمدید جناب استاد گرامی. موفق و معید باشید. شما به سلامت باشین. دوست عزیز، اگرچه ماه مبارک رمضان هم نزدیک هست، ما مباحث رمضانی روز جمعه که گذشت در برنامه در ارتباط به استقبال از ماه مبارک رمضان موضوع داشتیم. انشاءالله جمعه که پیش رو هست هم در ارتباط به رمضان در برنامه اسلام قرآن ما موضوعی بحث خود انشاءالله ماه مبارک رمضان قرار خود دادیم. یک مورد یک بسیار حاد هست، مشکل هست و در جامعه یک مشکل بسیار جدی ما میبینیم که خانم ها از طرف، البته همسر منظورم از خانم به زبانی که میگم، در جامعه ما مخصوصا در ولایات، حد اکثر ولایات، یعنی مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار بگیرن، مخصوصا از طرف شوهران و از طرف خسرخیل دیگه در مجموع میانه چه بگوییم. امین مورد موضوع بحث قرار داریم امروز با جناب استاد. موضوع بسیار مهم هست، امیدوار هستم که همه با دقت تمام بدانیم. ما در جریان پیش از اینکه صحبت با جناب استاد برنامه را آغاز کنیم در این مورد صحبت کردیم که ما بعضی از مردها هست که در کشور ما که زن یا همسر یا خانم خود جنس دوم میدانه و اصلا برش ارزش قائل نمیشه. خوب است که ما جناب استاد چون در وزارت ارشاد حج و اوقاف در این بخش کار میکنن، جایگاه زن از منظر دینی با جناب استاد به بحث بگیریم تا مشکلاتی که در این راستا وجود داره در بین خانواده ها از بین بره. خب جناب استاد، پرسش نخواست، آنچه اسلام عزیز از زن تعریف داره از زبان شما بشنیم بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صدق الله العظيم. ابتدأ سلام عليكم خدمة شما وخدمة كارمندان محترم تخنيكي كده برنامه هاي نوراني وإسلامي نقش شفا میکنن و با کسایی که انتظار از برنامه ها هستن در من سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش هستم که خداوند متعال به ما فرصت داد و استعداد داد با باز ظرفیت بخشید که حتی المقدور در خدمت شهروندان و خواهران و برادران خود باشیم. عرض کنم که قبل از ظهور اسلام با آنچه که جامعه زن روبرو بود خیلی تاسف برانگیز است و خیلی حزن‌آور است و یک بحث مبسوط و طولانی را ایجاب میکنه. خب ما مختصر عرض کنم که اساسی ترین حقوقی را که یک انسان باید داشته باشه زنها ازش محروم بودن قبل از اسلام و زنها زنده به گور میشدن. در ابتدا ما فعلا بحث همسر داریم، همسر بودن برای زن در وسط عمرش به احتمال قوی پیش میشه، لیکن امی که دختر تولد میشد قابل تحمل برای فامیل و برای جامعه در اکثر حساس جهان نمی معمول بود که فامیل او رفال نگ نمی گرفتن از بشارت نوزاد که در صورت دختر می بود که قرآن عظیمشان خبر می تواید و بشر آخر دفع بلون سانزالا و چومر سودان و هو کزیم.
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب. ودار دقائق مباركة شما ميدن انك حافظ القرآن زي مشان السن وإذا الموجودة سؤالت بأي زن من قتل الدريوات مبارك نشان متك برزان حق زندگی نبود امی که تولد میشد فامیل او را ننگ حساب میکرد و با دامان خاک سپرده میشد و همچنان حق انسانیت بر زن داده نمیشد به خاطر اینکه زنها مثل امتع و مثل مال و مثل زمین به میراث برده میشدند و همچنان حق صلاحیت در امور زندگی چون بحث ما در مورد همسر است وقتی که زن در مجموع حق زندگی را نداشت، حق انسانیت را نداشت، حق ظهور در صحنه های زندگی را من حیث یک انسان نداشت، مسلم است که در مابین فامیل همچنان به حیث یک ابزار ازش کار گرفته می شد. اما قسمی که برداشتای بسیار زنند و برداشتای بسیار نابجای در مورد زن ها معمول بود از جهان و وقت که تو فکر میکردن که مثل که شما فرمودین که زنها دوست دوم هستند در انسانیت و در خدمت مرد هستند بخاطر اجبا غرایز مرد آفریده شدین و در خدمت مرد هستند، یعنی موجود نیستند که مکانات و جایگاه و ارزش و اهمیت در زندگی داشته باشند. لحاظ اسلام عزیز آمد برای بشریت ابلاغ کرد و ایره رسان که انسانها در مرد و زن در نفس انسانیت با هم مساوی و مشترک است، یعنی در نفس انسان بودن هر دوش یکی استن که خداوند مهربانی کرد که یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. زوج را و همسر را نیز از نفس انسانیت تعریف کرد و گفت که یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. در دیگه آیت مبارک خدا مهربانی کرد که الله جعل لكم من انفسكم ازواجا، یعنی محتوای همه یکی است اگر شما بله، یعنی در انسانیت مرد زن یکی هستن و زن همچنان در مانند مرد دیدگاه داره، استحقاق داره، ظرفیت داره، شایستگی داره. در کدام مواردی که مربوط میشه به توانمندی دماغی، به توانمندی فیزیکی، به استعدادهایی که مختلف مرد زن دارن، در بعض نقطه های زندگی، در بعض مواقع تفاوت در بینشان است که وجودشان ایره ایجاب میکنه، موقعیتشان در فامیل و در اجتماع ایره ایجاب میکنه، اما در روند انسانیت، در روند تقرب الی الله و در روند عبادت و در روند گرفتن مکافات و اجور اخروی میتونن مثل یک مرد هستن، حتی از مردها که میتونن که مقرب شون پیش پروردگار در عبادات و در تقرب. شما با سلامت، تشکر. بیننده برنامه آیت هشت در صبح خورشید هستید و موضوع بحث ما با جناب استاد جهیر جایگاه زن از منظر دینی مبارک اسلام هست. تمنای همراهی تان دارم. بحث با دقت تمام ببینید، مخصوصا شوهران محترم و آنانی که دارند در نزدیکی ها شوهر میشن، به ایمان که جایگاه زن و خانم خود باید بدانه از منظر دینی. خب ما از طریق رسانه ها میشنیم، صفحات اجتماعی، رسانه های تصویری و صوتی و چاپی، در اکثر ولایات جناب استاد خانم تحقیر میشه از طرف شوهر، توهین میشه و ما حتی گوش بودیدن هایی داریم و حتی قتل و شکنجه های فیزیکی بسیار بزرگ به گوش ما میرسه. عاملی همه ناهنجاری ها در قسمت خانم ها از دید و منظر شما چی خواهد بود جناب استاد؟ خداوند کریم در کلام برحق خود میفرماید که و من آیاته خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بله، در دیگه آیت مبارک میاد که و خلق منها زوجها لیسکن الیها. در از منظر قرآن زمشان و نظر به ارشاد آیات مبارک، زن جفت مرد و منبع سکون برای مرد است. یعنی در صورتی که تا وقتی که مرد از سلسله نکاح دارای همسر نشده و همسر در داخل یک فامیل نقش ایفا نکرده، حتی ایمان مرد ناتمام است. یعنی از مکملات ایمان نکاح گفته شده، به خاطر ذکر در دیگه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میره بنی برده چهار چیزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از سنن مرسلین گفته که یکش نکاح هست. بله، و همچنان در دیگه آیت مبارک آمده که ولقد ارسلنا رسولا من قبل که وجعلنا لهم ازواجا و ذریه. داشتن زنها را
برای دیگه پیغمبرها هم خداوند خبر داده که پیغمبرایی که پیش از خود آمدن برای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که پیش از تو دیگه پیغمبرها داشتم، دیگه پیغمبرها روان کردم و بر اونها ازواج و ذریه دادم برشم. مسلما آنچه که قدر و قیمت و اهمیت داره پیش خداوند از دادن از او به دوستای خود و برای انبیای خود خبر میده. حتی آدم علیه السلام وقتی که اگر سر عامل امی ناهنجاری ها بیان جلسات سر اصل موضوع برسیم که این موضوع از ضعف برداشت و ناتوانی و کماغاهی و نبودن معلومات دقیق از اسلام می باشد. در هر جایی که خشونت نه تنها در برابر زن که بلکه در برابر هیچ موجوده، در برابر هیچ کسی اجازه نیست. خشونت مرد در برابر زن حق نداره و ما زن در برابر شوهر خود و هیچ مسلمان در برابر هیچ مسلمان مجوز پیدا کرده نمیتونه برای خشونت. چرا در اسلام میگه که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. پیامبر اسلام در کلیت مهربانی میکنه که همه داشته های یک مسلمان بالای مسلمان دیگه حرام است، خونش و مالش و آبرو و عزت و وقارش. لحاظا ای هر ناتوانی و هر نقصه و کمبودی که در فامیل یا در منطقه در جای پیدا شود مربوط به شخص است، یعنی مربوط به دین نمیشه که دین تو یک جواز داشت داده باشه. سلامت. من خود جناب استاد امی بخش معارف اسلامی شبکه جهانی را تلویزیون خورشید از زمانی که هستم میبینم بسیار تماس میگیرم از طریق صفحه فیسبوک اسلام و قرآن و هم تماس هایی که از طریق شماره تماس تلفن. اکثر خواهرها بر من تماس میگیرن که شوهرشان در قسمت امرار معاششان توجه ندارن، یعنی به مریضیش نمیرسه، به خرید لباسش نمیرسه و اصلا توجهی برش نداره، فقط به عنوان خانم او را در قید نکاح خود نگاه کرده، دیگه کوچکترین توجهی بهش نداره. با این معزل چطور میشه ما فایق بیم و این مشکل حل شود؟ این نکته جناب استاد بسیار مهم است از منظر من، بخاطر که این معضلات هست و این در وجود خب ما شاید دوستا برشان تو سوی برداشت نشه که چرا شما از حق شوهر صحبت نمی کنید. ما برنامه مختلف داشتیم صحبت کردیم، اما این معضل چون بسیار زیاد هست، ما مردها را میبینیم که قسمان خانم ها را مورد ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرار میدن، خوب است که از اسلام ناب بدانیم. خب سوال یک طرح کردن میشه جواب شده؟ از جمله حقوقی که زن بالای شوهر خود داره بیشتر شما میره بونی کردین که شاید مردم بگه چرا از شوهر گپ نمیزنیم، چون شوهر مسلط است، صلابت داره و مدیریت داره، قیمومیت داره در خانه، اوزار خامخواه به طب خود میچرخانه. این صلابت استقلال کاری بر او هم باید داده شود جناب استاد، بر خانه هم باید داده شود، باید داده شود. بله بله. زن خود در خانه حیثیت مشاور را داره نظر به آیت قرآن عظیمشان و همچنان حیثیت معاون را داره، یعنی در قید و در انحصار و دست پا بسته نیست. از در امرار معاش و مسائل مربوط به معیشت شما که سوال کردین، عرض کنم که از حقوقی که بالای شوهر زن داره یکی موضوع مهرش است. بله، موضوع مهرش. با تاسف که پیش مردم و شما عملا دیده نمیشه، یک نام گرفته میشه و سر از یه متروان تر میشن، بسیار کم واقع میشه که زنها این مهر خود هم دست آورده باشن. در حالی که خداوند صریح میگه که وعد النساء صدقاتهن نحله، در دیگه آیت مبارک میگه که فما استطعتم به منهن فاتهن اجورهن فریضه. در دیگه آیت مبارک خوب است محتوایش بگین جناب استاد، مردم کمتر با نصوص مبارک میگه که برای زنها مهرشون به طور کامل بده. بله. و چیزی که از پیشون داده باشه گرفته نمیتونی. مهریه و میراث دو پشتیبانی بسیار مهم برای زندگی خانم ها است، در حالی که اردوی زیره به دست آورده نمیتونن از درک رسوم و مثلا انانات نابجا و ناپسنده که در ملک و در منطقه هم معمول بوده، مرواج بوده، بسیار فرسایشی شده، از این خاطر به دست آورده نمیتونن. این ناتوانی در زنها است و اجرت و امی توانمندی و ظرفیت پیدا کرده نمیتونن که این مهر خدا و میراث خدا به دست بیارن. و دیگه موضوعش مسئله نفقه بالا شوهر واجب است. قربان شما، این بحث نفقه را جناب استاد با شما دنبال میکنیم، یک وقفه کوتاه میگیریم و جناب استاد موضوع بسیار خوبی را که داشتن اشاره میکردن که بحث نفقه بالا شوهر هست، از اینجا بعد از وقفه انشاءالله آغاز میکنیم.
خوش آمدین. ادامه برنامه آیت عشق در صبح خورشید بیننده هستید. موضوع بحث ما جایگاه زن از منظر دین مبارک اسلام هست و جناب استاد جهیر مهمان ما هستند. دوست عزیز بین امکانا دینی کمره بله امی کامینگ سون یا به زودی برنامه قرار دیدیم که امکارا خداوند خیرشان نصیب کنه نشر شد. برنامه بسیار خوبی دارد تولید میشه در شب روز در شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید. انتظار دیدنش بکشین بخیر. بسیار برنامه های جالب خوب و دلچسب و در این حال مفید و آموزنده هست. من در آغاز که انانس میدادم فکرم به طرف برنامه حدیث عشق رفت، چون آیت عشق و حدیث عشق واژه‌ی نخستینش فقط فرق میکنه. یک برنامه داریم به نام حدیث عشق با جناب استاد آقای دکتر محمد داوود نسیمی. بسیار برنامه جالب هست، انشاءالله در سری برنامه نشر میشه. و برنامه اقرا مسابقه قرائت بین طفلکای نازنین هست، هنجره طلایی ها در بخش تلاوت قرآن کریم بسیار ناب هست و برنامه در حال ثبت شدن هست. برنامه بسیار خوب هست، میدونستم که فامیل ها ببینند و سبب تشویق اطفال نازنین شوند تا در برنامه های سالهای بعد اشتراک کنند. و همچنان برنامه حج برنامه رقابتی هست در بخش مسائل اسلامی، موضوع برنامه بسیار خوب هست و هر مسلمانی که شوق و اشتیاق حرمین شریف داشته باشه این برنامه را ببینه، چون این برنامه آموزشی هست. برنامه از یک طرف رقابتی هست در داخل استودیو بین نسل جوان و از طرف دیگر رقابت آموزشی از بر کسایی که عازم بیت الله شریف هستند، در کل می آموزند که چگونه یک مراسم خوب انجام بدن و چطور یک حج خوب کنن تا خداوند گناهانشون رو بیامرزه. این برنامه رو انشاءالله انتظارش داشته باشید. با اولین روز ماه مبارک رمضان نشر برنامه ما آغاز میشه. برنامه بسیار خوب هست و متفاوتر از تمام رسانه های داخلی هست. ببینین و استفاده برین و با نظریاتتان در صفحه اسلام و قرآن ما را همراه و همگام باشیم. خب جناب استاد، بحث قبل از وقفه که آغاز کرده بودین در مورد نفقه خانم بالای شوهر و امرار خانم بالای شوهر، امرار معاشش میشه، صحبت های شما را بشنید بفرمایید. در پیوند به بحث قبلی بحث کردم که امو مهریه و میراثی که ما گفتیم برای باید زن حامدیز بیارن. اگر در جای شوهر مثلا کمکاری کنه یا تعلل کنه یا مثلا به اصطلاح انحراف کنه، بله، در مورد امرار معاش همسر خود بتونه همسر که از اونمو میراثی که به دست آورده از پدر و امو مهریه که از شوهر به دست آورده بل استقلال از او مصرف کنه و ما احتاج نیازمندی های خدا مرفوع کنه. در صورتی که اطاعت میکنه خانم از شوهر و شوهر قیمومیت داره در فامیل، اینمی مصارف هم به دوش شوهر است. در صورتی که زن توانمند هم باشد لازم اقتصادی مکلف به پرداخت هزینه فامیل نیسته، لکن شوهر اگر ناتوان هم باشه مکلف است، متعهد است به اینکه مصارف خانواده خود و فامیل و همسر خود تهیه کنه. در قرآن عظیمشان آیات واضح این نفقه را بالای شوهرها واجب می سازه. مسکن، نفقه، لباس در آیات حدیث صریحا آمده بالای شوهر واجب است. اگر نمی کنه؟ اگر نمیکنه زن میتونه که اقامه دعوا کنه سرش. خب باز اگر اقامه دعوا کردی خب مشکل شاید در افغانستان مشکل فراتر شود. یعنی اگر رای حل شد رای بتین رای حلش همی است که خود مرد تولا آگاهی بله آگاهی آمد داده شوه. پیشترم یعنی در فت برنامه ما دیگه خود شد به خاطر از اینکه خود ما باعث دیگرم که دیگه برنامه ایجاب میکرد دیگه سرش مرور کردی. بله یعنی این برنامه رو دیگه هم تنگ ساخته شما. نه کم یک دقیقه تنظیم به خاطر از اینکه عرض کنیم که این موضوعات بسیار مفید و عمده و حساس است و بسیار نیازمندی جامعه است میشه به این مسائل. برای همه شوهرانی که فعلا شوهر هستند، چنانچه شما پیشتر مهربانی کرده کسایی که در آینده ها میشه شوهر شوند، معلومات و آگاهی اسلامی را باید داشته باشند. این معلومات از کجا پیدا کنند؟ شاید سوال برشان پیدا شاید که ما این معلومات از معلومات کجا پیدا کنند؟ شوهر خوب شوهر از برنامه هایی که خودتان به همت شما این برنامه ها را اندازی میشه سر جامعه ما برای زورت داره. این برنامه ها آنچه که از اسلام به خورد و شرب مردم داده میشه یه ست آب حیات داره. بله جامعه واقعا برای زورت داره. از سلسله نصاب تعلیمی در معرف، از سلسله تحصیلات عالی،
او از برنامه های آموزنده و کنفرانس های تعلیمی و سمینار های تربیتی این مسائل از یعنی چگونه که ممکن و میسر باشه بعد هم دولت ما هم جامعه روحانی ما هم تلویزیون های خصوصی ما پیش از اینکه چیزایی که انحراف کننده باشه پخش کنیم چیزایی بسیار. که آموزنده باشه باید پخش کنیم دو نکته جناب استاد عرض میکنم خدمت شما ما این تماس هایی که دریافت میکنم و پیام هایی که دریافت میکنم دو معضل وجود داره در ایراستا خب معضلات زیاد هست اما در دو کاتگوری را ما تقسیم میکنم یکی که بعضی خانم ها تماس میگیرن که اصلا شوهر روز میره در کار شب هم گویا بسیار خسته توجه نه به طفل خانه داره و نه به ما داره یک مورد یک معزل و معزل دوم بعضی از شوهرها هست که روز در کار میره و شب با دوستا و با رفیقا شبهای مسلسلی تکرار شده میره یعنی یک شب نی شاید بعد در ده شب یک شب در خانه بیا او را فقط به خاطر یک تبدیل کردن لباس و یک سر زدن به خانه یا گرفتن یک مقدار پول از خانه و دوباره روز پس در وظیفه خود شب با دوستا در این مورد میشه دیدگاه اسلام شما بگویید و این عملکرد خواه اساسا میشه گفت که دیگه در اسلام جایی نداره و اساسا خلاف ارزش های والا اسلامی هست از هر کسی که خانمش و همسرش شاکی باشه از نظر اسلام و آدم خوب نیست همه اوامر و نواهی رو ما از اسلام میگیریم بله آن قیود و شروط و ضوابط و اساساتی را که دین ما برای ما در هم عباد زندگی مانده من جمله در مورد معاشرت با فامیل بله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی بله. بهترین های شما کسایی است که در برابر همسرانشان و در برابر اهلشان خوبتر باشند یعنی پیامبر اسلام تو معیار و محک میذاره هر کسی را که زنش خوب میگو خوبترین جامعه هم بود خیارکم خیارکم لنسایهم پیامبر اسلام میگو بهترین های شما بهترین های شما در برابر زنهایشان هستند یعنی از این که دیگه چه قسم اینطور قاطع و با صلابت و ارزشمند پیام باشه که از نظر اسلام عزیز بهترین های جامعه اونهایی هستند که خانم هایشان اونها را به حیث بهترین ها بپذیرن از شما نمیتونی یک تعریف داشته باشن خوب. یک نکته را به عنوان آخرین سوال در این برنامه طرح میکنم جناب استاد ماه مبارک رمضان داره نزدیک شده میره و انشاءالله روز جمعه باشه شنبه ماه مبارک رمضان بعضی از مردها هستن بسیار یک بخش مهم بود که یک برنامه مستقل نیاز داره خب تا یک در حاشیه برنامه از شما میپرسیم تا یک انگیزه باشه بعضی از مردها هستن که در ماه مبارک رمضان بسیار کم حوصله میشن و سر و صدا را در فامیل ها ایجاد میکنن و اگر نانشان به وقت نشه یا افطاریشان به وقت نشه هم روزه را هم مرد میگیره هم زن میگیره روزه خب اگر مرد مسئولیت بیرون نداره خانم بیچاره در داخل خانه هزار مسئولیت داره این کم حوصلگی میکنه در خانه و در قسمت غذا در قسمت تهیه غذا در سر صدا بالای اطفال خانواده دی راستا بفرمایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من لم یدع قول الزور و العمل به فلیس لله حاجت فی ان یدع طعام و شرابه پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که سخن دروغ و آنچه مقتضای از او باشه اگر ترک نکنه خداوند نیاز نداره به اینکه از خوردن نوشیدن دوری کنه دیگه حدیث واضح پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که کم من صائم لیس من صیامه الا الظما در مضمون حدیث شریف است به خاطر اینکه اما حوصله برنامه رو به اختتام کم است مرز کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار روزه دار است که نتیجه روزش جز تشنگی و گشنگی دیگه چیز نمی باشه بنان اگر اخلاق اسلامی را و معاشرت با فامیل که امر پروردگار است که معاشرهن بالمعروف بفرمایید اگر معاشرت زیبا و معاشرت نکو و مورد پسند و طرز برخورد حمیده و لایق و سزاوار با فامیل این امر خداست روزه هم عبادت است فریضه از طرف پروردگار و این امر هم که با فامیل به طرز نیکو معاشرت کنه هم امر خداست و در مورد زنها هم این هم قانون خداست و خدا هم ایره نهاده که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف زنها هم حقوقی را که چون امو قسمی که بالایشان قواعدی است حقوق هم به طرز معروف دارن چندین بار در قرآن عظیمشان در رابطه با برخورد و مشارکت و قواعد و تعاملی که بین مرد و زن صورت میگیره بار بار کلمه معروف تکرار شد در قرآن عظیمشان تا اینکه هر کدامشان امو جایگاه خود موقعیت خود مکانت خود بشناسن هیچ کدامش بالای کدام دیگهش متعرض سلامت باقی نشه شما با سلامت جناب استاد ان شاء الله ما و تمام بینده استفاده بردیم خیر ببینید خداوند به نیکی های شما بیفزاید ان الله لا یضیع اجر المحسنین
سپاس شکران از تمامی همکارا و از تمامی شما که بیننده برنامه تش بودین. صفحه فیسبوک برنامه اسلامی ما را اسلام فاصله و فاصله قرآن فراموش نکنین. ما در خدمت شما هستیم. تا دیدار بعد. الله نگهدار.